سلام. پس از نزدیک به 20 ماه بحث و گفتگو، موافقتنامه رابردی میان کابل و واشنگتن به امضا رسید. رئیس جمهور کرزی یک روز پس از امضای این توافقنامه گفت منافع ملی، حاکمیت ملی، احترام به قانون اساسی افغانستان از پیش شرط های حکومت افغانستان برای امضای این سند است. گفته می شود که پس از امضای سند رابردی، افغانستان به عنوان متحد عمده ناتو، متحد عمده غیر ناتو محسوب می شود که تضمین بهتری برای آینده افغانستان خواهد بود. از سوی دیگر برخی از روزنامه‌های غربی نگاشتند که آمریکا و افغانستان به عملی شدن تعهدات این موافقتنامه تضمینی ندادند. در کنکاش امشب به این موضوع می‌پردازیم، اما در نخست توجه کنید به گزارش همکار. یک روز پس از امضای توافقنامه همکاری های راهبردی میان کابل و واشنگتن، رئیس جمهور کرزی در یک نشست خبری حضور یافت و به بخش های مهم این توافقنامه اشاره کرد. رئیس جمهور کرزی افزود که در این سند همکاری های راهبردی منافع افغانستان، حاکمیت ملی و برابری میان دو کشور گنجانیده شده است و احترام به قوانین افغانستان و نیز این اصل که از خاک افغانستان در برابر هیچ کشوری کار گرفته نمی شود از شرطهای اصلی در امضای این سند بوده است. آقای کرزی می افزود که در این سند واشنگتن احترام به نظام مرکزی و پشتیبانی از این نظام را پذیرفته است. بعضی کانگرسمن های آمریکایی چند ماه پیش شروع کردن با مداخله در امور افغانستان و خواستن که افغانستان یک دولت فدرالی شوه و از دیدی اونا شوه و توسط اونا شوه. در اینجا ما دولت امریکا را با وضاحت گفتیم که در صورتی با امرایتان امضا میکنیم، در صورتی با امرایتان به توافق میرسیم که شما در توافق استراتژیک بین افغانستان و امریکا احترامتان به مرکزیت نظام در افغانستان با امرای ما قبول کنین و درجه ای موافقتنامه شد. کی درجه موافقتنامه شده؟ رئیس جمهور کرزی میگوید که در این سند گنجانیده شده است که انتخابات افغانستان بدون مداخله خارجی ها برگزار خواهد شد. در این سند یک نقطه گنجانیده شده که انتخابات افغانستان آزاد می باشه، توسط مردم افغانستان می باشه، تمام مردم افغانستان در این حق می داشته باشند طبق اصول و قوانین انتخاباتی ما می باشه، ولی از هر نوع مداخله داخلی یعنی حکومتی و اونایی که زوردار هستند افغانستان بیرون می باشه و از مداخلات خارجی. این با تجربه که از انتخابات گذشته خود داریم سر اینا قبولاندیم. رئیس جمهور کرزی تاکید می‌ورزد که واشنگتن پس از سال 2014 میلادی تا 10 سال دیگر افغانستان را در بخش‌های اقتصادی نیز کمک خواهد کرد. بدی معامله کی به 2014 کال سخت 2014 تم کال پوری د امریکا دولت مرسر دلته تعهد کردی چې البته مننه کو تو شکر کو چې دوی به د افغانستان سره اقتصادی مرستې داسې کوي چې د افغانستان مالی احتیاجات پکې ووینی، پکې پوره کی، او هغه کسر د بودجې چې افغانستان د هغه سر مخامخ کیږي د هغوی به دوی باقي حصه پوره کوي او نه به پرېږدي چې دغه لس کاله لاسته راوړنې په اقتصادي ساحه کې د افغانستان د اقتصادي کمزورتیا د وجې او د دوی د عسکرو د وتلو د وجې لټ سي یا ضعیف سي. رئیس جمهور کرزی می افزاید که این توافقنامه به زودی برای تصویب به مجلس نمایندگان فرستاده خواهد شد. هر دولت به اساس قوانینی که از خود داره عمل می کنند. در این مورد دولت امریکا تا جایی که ما خبر داریم وقت سنا و شورای امریکا را خبر کرده و رسی جرگ امریکا را خبر کرده و اونا را اطلاع می ده، اونا شاید یک تاییدیه در این مورد بتن و در افغانستان طبق قانونشی سند مزدورترین فیصد میره به ولسی جرگا و مشران جرگا افغانستان و امیدوار استیم که از طرف اونام تایچ و طبق قانون ما. از رئیس جمهور کرزی پرسیده شد که آیا درباره تغییر زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تصمیم گرفته است یا نه، و ای در پاسخ میگوید فکر پیش ما بوده و باز گمان ما که مشورای هم کردیم، ولی پسان درادرا بن کرستن گفتن لیکت ما مشوره نکردی، در حالی که ما کرده بودیم که چون مشوره دی مورد میبینیم که چیزی که به خیر افغانستان باشه امو کار میکنیم و چیزی که قانون اساسی افغانستان اجازه بده امو کار میکنیم. نه کاندید هستم، نه میتونم که کاندید باشم.
پس از 18 ماه بحث و گفتگو و اختلاف نظرها میان کابل و واشنگتن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک سفر نامنتظر سه‌شنبه شب به کابل آمد و توافقنامه همکاری‌های راهبردی میان دو کشور امضا شد. این توافقنامه تا سال 2024 میلادی اعتبار دارد. بله، مهمانان ما در این بحث خانم ناید فرید، عضو مجلس نمایندگان افغانستان، احمد زیا، رفعت استاد دانشگاه کابل و حمیدالله فاروقی استاد دانشگاه کابل هستند. مهمان عزیز، بسیار زود خوش آمدید. خانم فرید، با شما آغاز میکنیم. فکر میکنین که واقعا تمام مواردی که افغانستان نیازمندش بوده برای از اینکه آمریکا حمایتش کنه در این سند جا داده شده بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم اگر بخوایم سر چارچوب سند صحبت بکنیم، هم چارچوب زمانیش و هم چارچوب محتوای سند تا اندازه خواستهای طرف افغانستان در نظر گرفته شده، اما یک بحث عمده تضمیناتی هست که طرف آمریکایی از حکومت افغانستان گرفته. من فکر میکنم در بخش اول، دوم و سوم بیشتر مسئله سر تضمیناتی هست که ایالات متحده آمریکا از افغانستان گرفته در راستای تعهد به احترام به قانون اساسی افغانستان، دستاوردهای 10 سال گذشته افغانستان، تعهداتی است که طرف افغانستان از جانب آمریکا گرفته. نه، جانب آمریکا از افغانستان گرفته. باورم این هست که یک قسمت اصلی سند تضمیناتی هست که مبنی بر عدم اطمینان طرف مقابل گرفته شده، تضمینات از طرف افغانی گرفته شده. اما اگر از دیدگاه کلی به مسئله نگاه بکنیم، یکی از مهمترین اولویت های دستگاه دیپلماسی افغانستان سامانمند کردن روابط دیپلماتیک افغانستان و روابط دراز مدت افغانستان با متحدین منطقوی و بین المللی از او بود. من فکر میکنم در این راستا قدم ارزنده هست، یک دستاورد هست برای دستگاه دیپلماسی افغانستان. از طرف دیگه مسئله مفهوم امنیت افغانستان هست. کمتر کشوری در دنیا این فرصت داره که امنیت خود با امنیت جهان گره بزنه، ولی افغانستان توانست با امضای این سند بستر امنیت خود گره بزنه با امنیت دنیا و از این طریق و از این مسیر برای خود فرصت ایجاد بکنه. فرصت‌های زیادی هست. خب چند فرصت مهم مثل تعاملی که افغانستان از این به بعد با منطقه میتونه داشته باشه. از تضمین‌های اشاره کردیم، در حالی که بیشتر رسانه‌های غربی، مخصوصا رسانه‌های آمریکایی، به این نکته پرداختن که در این سند هم طرف افغانستان و هم طرف آمریکا یعنی تضمین نکردن تعهدات خود را. چقدر شما موافق هستین؟ اتفاقا یکی از تناقضاتی که وجود داره در قسمت تضمین و تعهدات طرفین هست که من میخوام به اون مسئله بپردازم، اما دوباره به بحث قبلی به خاطر اینکه اواخر بحث بود من میخوام بپردازم. در کنار اینکه افغانستان میتونه از یک دریچه دیگر با منطقه تعامل بکنه، هویت سازی جدید هم کرده میتونه. بحث مسئله تضمینات مطرح کردیم. یک تناقض درونی در خود سند وجود داره. زمانی که ما میگیم پیمان استراتژیک یا توافقنامه استراتژیک و دراز مدت، تعهدات دراز مدت به دنبال داره و تعهدات دراز مدت در چارچوب 10 سال نمی گنجه. حالا سوال این هست که آیا قصداً طرف افغانی، حالا یعنی فکر میکنین که تناقض درست در همین جاست؟ بله. اونجا حرف از تعهدات دراز مدت زده میشه. بله. در حالی که این سند برای 10 سال اعتبار داره. برای 10 سال هست و این مسئله تضمین مطرح میکنه. آیا طرف افغانی به خاطر این چه اشکالی را بار میاره؟ خب آیا طرف افغانی، سوالی که مطرح میشه، آیا طرف افغانی قصدن به خاطر حل مشکل همسایه‌ها و دغدغه همسایه‌ها نخواسته سند دراز مدت داشته باشه، گفته 10 سال، یا نه طرف آمریکایی نمیخواد با افغانستان بعد از سال 2024 روابط استراتژیک داشته باشه؟ این دو یعنی سوال. در این دو سوال شما فکر میکنین که کدامش بیشتر با اهمیت است و توجه بالای از شده؟ هر دو مطرح است. هم در حالی که گفته میشه که آمریکا علاقمند عزیز که پس از سال 2024 هم افغانستان را کمک کنه، یعنی فکر میکنین گزینه اول را که شما اشاره کردین بیشتر قابل توجه است؟ در این سند چنین تضمینی روی کاغذ با امضای طرفین مطرح نشده و فکر میکنین که در این سند جا داده شده که پیش از این، یعنی 6 ماه پیش از اینکه این سند میادش به اتمام برسه، میتونه دو کشور توافق کنن و این دوباره به امضا برسانن؟ فکر میکنین که آمریکا در اون زمان تمایل خود داشت که این سند را دوباره تمدید کنه، دیده بشه در 10 سال آینده
در دهه بعد از سال 2014 که افغانستان چطور میتونه این مسئله رو به یک فرصت برای خود تبدیل بکنه و زیر چتر جامعه جهانی با در نظر داشت حفظ حاکمیت ملی و ارزش‌های قانون اساسی خود با حوزه‌های قدرت و ثروت دنیا رابطه داشته باشه و از چالش‌های منطقه‌ای بیرون بیایه و بتونه یک متحد استراتژیک جامعه بین‌المللی به شمار بره. حالا یک نکته که در مورد الزامی بودن از این سند مطرح میشه بیشتر است که گفته میشه که در این سند از متحد بودن یا تعهد کردن زیاد حرف زدن نشده، فقط جانب آمریکا گفته که ما این حرف را میپذیریم. شما چقدر نگران از این مسئله هستید؟ واقعا که اینجا روی متحد بودن یا تعهد کردن آمریکا شک است که خب امکان داره که سند را چندان بعضی مواردش را زیر سوال ببره. سوال شما یک بود داره که رژیم حقوقی این سند هست چقدر الزام آور هست. بارها طرف افغانستان خواسته، حتی جناب آقای اسپنتا در پارلمان گفتند که ما میخواهیم که این یک میثاق باشه و یک پیمان باشه، اما طرف امریکایی بهانه بروکراسی را پیش کرد. اما من فکر میکنم بهانه بروکراسی نیست. طرف امریکایی به افغانستان به عنوان یک متحد مطمئن نگاه نمیکنه، مخصوصا در چند سال گذشته، در یک سال و دو سال گذشته کابل به عنوان یک متحد مطمئن به حساب نرفته برای ایالات متحده آمریکا و همین مسئله باعث شده که طرف آمریکایی نخواهد این سند به عنوان یک سند که الزام بالاتر داره و قانون میشه و از مسیرهای قانونی میگذره به امضا بره. شما چقدر موافق هستین با آنچه را که خانم فرید مطرح کردن؟ در طول 10 سال افغانستان نتانست ثابت بسازه که یک متحد خوب است و به این خاطر این سند بر امو درجه های بلندش به امضا نرسید و فقط روی یک توافقنامه به امضا رسید. به نام خدا، با سلام بر شما و میهمانان برنامه، بینندگان عزیز تلویزیون. نفس انعقاد این موافقتنامه برای افغانستان میتونه بسیار با اهمیت تلقی بشه، اما این موافقتنامه مبتنی بر واقعیت‌های سیاسی نظامی موجود افغانستان هست و با توجه به واقعیت‌های سیاسی منطقه. معنای سخن این است که شاید ایالات متحده آمریکا می‌خواهد که در راستای همکاری درازمدت با افغانستان مرحله به مرحله پیش بره. حالا 10 سال حالا همین مرحله به مرحله پیش رفتنشان روی کدام نکات است؟ یعنی چرا در آغاز نخواستن که افغانستان با عنوان یک متحد درازمدت باشد، در حالی که خانم فرید هم اشاره کردن که یک تناقض از این سند است که اینجا گفته شده که همکاری های درازمدت، در حالی که سند برای 10 سال به امضا رسید؟ ببینید، در این 10 سال ما هم چه یک موافقت نامه نداشتیم. دلیلش هم این بود که خب افغانستان بعد در یک وضع قرار میگرفت و از طرف دیگر به نوع نگرش های منطقوی هم آماده می شد که ایالات متحده آمریکا بتانه حداقل یک موافقتنامه استراتژیک 10 ساله را به افغانستان به امضا برسانه. آمریکایی‌ها شاید به این فکر میکنن که پس از 10 سال که از این موافقتنامه بگذره شیوه حضورشان در افغانستان و همکاریشان به گونه خواهد بود که بتانند اطمینان های بیشتری را در منطقه ایجاد کنند تا بعدها بتانند که یک پیمان استراتژیک دراز مدت تر با افغانستان به امضا برسانند، بدون اینکه منطقه نگران چنین یک پیمانی باشه. حالا هم ایالات متحده آمریکا هم در سطح افکار عمومی در داخل افغانستان این تشویش داشت که شاید با نوع واکنش های منفی هم مواجه بشه و از طرف دیگر منطقه را هم نمیخواد که زیاد نگران بکنه. در همین سطح هم که موافقتنامه به امضا رسیده نوع این نگرانی های منطقوی وجود داره. پس این موافقتنامه یک نوع سازگاری داره با واقعیت های سیاسی های منطقه. استاد اشاره کردین زمانی که گفته میشه که یکی از خوبی های از این که افغانستان را بیشتر سرنوشتش را تضمین میکنه ایست که افغانستان به عنوان متحد غیر ناتو خوانده شده و از جانب آمریکا تضمین کرده که اگر
کدام تهدید متوجه افغانستان میشه، پس از مشوره باید که پاسخ مناسبی داده شود. آیا پس از امضای از این سند ما میتونیم که آنقدر نگران اوضاع افغانستان از جانب کشورهای همسایش نباشیم؟ بنابراین در بحث امنیتی آنچه شما اشاره میکنید، بعد میگم مسئله امنیتی، شاید مهمترین ماده که در این سند در بخش امنیتی آمده است همین چیزی است که شما گفتین که ایالات متحده آمریکا افغانستان عمدترین متحد غیر ناتو قلم داد کرده. این جمله بسیار جمله مهمی است و اطمینان آفرین است برای مردم افغانستان. ولی تکمیل کننده این بخش امنیتی موافقت نامه دیگری است که در راه است، یعنی گفته شده تا یک سال آینده موافقتنامه امنیتی ایالات متحده آمریکا با افغانستان به امضا میرسانه که در آن موافقتنامه به صورت مشخصتر در زمینی چگونگی همکاری امنیتی. اما یک نگرانی را که روزنامه های خارجی پرداخته و گفته است که زمانی که افغانستان با عنوان متحد غیر ناتو خوانده میشه آنقدر دقیق نیست، به خاطر از این اشاره میکنه که هیچ ضمانتی وجود نداره تا اینکه آمریکا تحت تهدید قرار نگیره بیاید افغانستان کمک کنه، یعنی در زمان آمریکا میخواهد دفاع کنه که خودش تهدید شوه. این بخش دیگر بخش امنیتی نیست، بخش سیاسی قضیه است. پس ما این گونه ای را تحلیل میکنیم که ایالات متحده آمریکا بر مبنای منفعت های خاص سیاسی این موافقتنامه را با افغانستان به امضا رسانده است که یکی از عمده ترین این منفعت ها این است که آمریکا از طریق حضورش در افغانستان میخواهد که بر وضع سیاسی منطقه به نوعی دخیل باشه و نقش تعیین کننده تری داشته باشه و از سوی دیگر در بحث منبع های انرژی منطقه هم به نوعی دخیل باشه. پس هم منفعت اقتصادی و هم منفعت سیاسی برای ایالات متحده آمریکا در پی داره، به اضافه منفعت امنیت ملی برای ایالات متحده آمریکا که به هر حال افغانستان و پاکستان در یک مرحله افغانستان مرکز تروریسم بود، اما با پایان یافتن امارت طالبان حالا پاکستان به منبع اصلی تروریسم تبدیل شده است. پس حضور آمریکا در اینجا میتونه که در واقع امنیت ملی کشورشان هم حفظ بکنه. پس از سه بود برای آمریکایی‌ها این منفعت های در پی داره. نفس همین منفعت هاست که افغانستان امیدوار میکنه که امریکایی ها ناچار هستن. بله درست، زمانی که از رئیس جمهور افغانستان در مورد منافع آمریکا در این سند پرسیده شد، خب ابتدا اونا این گونه پاسخ دادن که از مقامات آمریکایی باید پرسیده شد و اشاره کردن که در این سند خواستای آمریکا آمده است. شما چقدر فکر میکنین که البته نگرانی در این که آنچه را که آمریکا میخواهد چندان به صورت واضح در این سند درج نشده، شما خواستای آمریکا را در این سند یافتین یا شما فکر میکنین که روی بندهایی که در اینجا جا داده شده میشه یافت منافع آمریکا را، که شما به سه نکته اشاره کردین؟ در متن این موافقتنامه تاکیدهای عمده بر روی منفعتهایی هست که افغانستان به دست میاره. همه جا گفته شده که همکاریهایی میکنه ایالات متحده آمریکا در بعد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی. حتی رئیس جمهور افغانستان هم گفتن که بیشتر ما منافع خود را تامین کرد. بله، اما ما در اینجا منفعتهای ریزی هم داره، یعنی در هر عرصه نیازمند همکاری هستیم. ایالات متحده آمریکا نیازمند منفعتهای این همه ریز و درشت نیست، اون نیازمند منفعت های بسیار درشت است که در یکی دو محور میشه خلاصه بشه: حضور قدرتمندانه در منطقه، تا این حضور قدرتمندانه بتونه هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ امنیتی، هم از لحاظ اقتصادی برای ایالات متحده آمریکا زمینه ساز نقش آفرینی را مساعد بکنه. این است عمده چیزی که ایالات متحده آمریکا به دست خواهد آورد. مبنای تحلیل ما چیست که چرا چنین فکر میکنه؟ مبنا بسیار ساده هست. طبیعی است که ایالات متحده آمریکا بدون منفعت یا هر کشور دیگری بدون منفعت چی نیازی دارد که از چند قاره آن سو تربیت برای یک کشور کمک کنه؟ با این حرف که ایالات متحده آمریکا حاضر شد این سند را به خاطر سند بعدی به امضا برسانه که بیشتر منافعش در اون سند دیگه است.
یعنی که در جریان یک سال آینده به امضا خواهد رسید. این موافقتنامه در بُعد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به نوع پاسخگوی نیازمندی های افغانستان هست تا اندازه زیاده، اما میماند بُعد امنیتی. بُعد امنیتی با شما موافق هستید که با امضای موافقتنامه بعدی تکمیل میشه که حالا یعنی مشخصا پرسش ما در مورد خواستای آمریکا بود که بیشتر توجه بالای سند بعدی داره. بله، پیش بینی این است که در موافقتنامه آینده شاید که بحث پایگاه نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان و چگونگی استفاده از چنین پایگاه‌های اگر ایجاد بشه مطرح خواهد شد. پس در واقع اگر صحبت از پایگاه سازی باشه، آمریکایی‌ها میتونند با آن هدف‌هایی که اشاره کردم بیشتر و با اطمینان زیادتر دست پیدا بکنند. اجازه بدین که از آقای فاروقی هم درست همین نکته را بپرسیم که چقدر فکر میکنین که به صورت واضح خواستای آمریکا یا منافع آمریکا هم در این سند آمده، هرچند که رئیس جمهور افغانستان اشاره کردند که در این سند خواستای آمریکا جا داده شده نسبتاً. شما یافتین که آمریکا در بدل از این سند یا در بدل از اینکه منافع افغانستان را در بعضی موارد تامین میکنه، افغانستان را کمک میکنه در بخشایی که در این سند یاد شده، در بدلش خواهان چی مسئله است؟ یا اینکه آمریکا چشم به سند بعدی دوخته که او بیشتر منافعش یا خواستاش تامین میشه؟ به نام خدا و برای سلام خدمت شما، خدمت مهمانان گرامی و خدمت شنونده ها بیننده های برنامه شما. اساسا عرض بکنیم که این سند تا جایی که از لحاظ شکل و محتوا میتونه مورد ارزیابی قرار بگیره، به دید ما چیز بیشتر از توافقات و مقاولات نیست که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در جریان 10 سال گذشته با همپیمانان بین‌المللی خود داشته و مکرراً در کنفرانس های در داخل افغانستان و چی در کنفرانس ها و در استجای بین‌المللی یک مقدار منافع مشترکشان و همکاری های مشترکشان در مقطع‌های مختلف جریان 10 سال گذشته با هم دیگر داخل مقابله و داخل معامله کردن. هرگاه یعنی آقای فاروقی شما شک دارین بر عملی شدن ازی؟ ببینید، تا جایی که متن سند نشان میده، چیز بالاتر از موافقتنامه های قبلی نیست که افغانستان در کنفرانس های کابل، در کنفرانس لیسبون، در کنفرانس پاریس، در کنفرانس لندن و در کنفرانس هایی که در اخیرا در کنفرانس بن با جامعه جهانی عقد کرده، تعهدات همچنینی و تعهدات مماثل دنیا در برابر افغانستان داشته و افغانستان هم در بحث همکاری های مشترک. البته یک کلمه دیگه هم این سند داره که توافقات اجرایی اسمش را گذاشتن. فکر نمی‌کنین که آمریکا پابند است با آنچه که در این سند فهم ما است که تمام توافقنامه ها، تمام اسناد حقوقی در سطحی که اونا بار حقوقی دارن الزامیت دارن. این سند به عنوان یک موافقتنامه در همون حدی که از لحاظ حقوقی بار داره میتونه الزامیت های زو قابل پذیرش باشه. مگر شما وقتی که در متن این سند در فصل آخر در احکام رو میبینین، به صراحت میگه که طرفین میتونن در موافقت و در یک ارائه یک نوشته کتبی از این تعهدات هر زمانی که خواسته باشن بیرون شوند. هر طرف هم به شکل مستقلانه میتونه از این تعهدات بیرون شه، مشروط به اینکه یک سال قبل اسناد رسمی بیرون شدن از توافق بدن. به این معنی که این توافقنامه او الزامیت هایی را که لازم هست باید داشته باشه به عنوان یک مقرره. درست، تمام اسناد را نکته ای را که شما شرح کردین زیر سوال میبره. ببینید، فهمی است که در تمام توافقنامه ها، در تمام اسناد حقوقی، بار الزامیت ها را در واقع تأمین منافع مشترک و منافع دو جانبه تشکیل میده. هرگاه در این موافقتنامه شما نتانین منافع هر دو طرف جستجو بکنین و او منافع بر هر دو طرف به عنوان منافع ملی و منافعی که در برابر از او الزامیت ها را میپذیره، شما فکر نمیکنین آقای فاروقی که هر دو طرف پیدا کردن منافع خود را سنجیدن بعدش امضا کردن؟ به یقین فهم ما است که دولت جمهوری اسلامی افغانستان طوری که دیروز رئیس جمهور افغانستان گفتن منافع افغانستان بر مبنای همو ارزش های منافع ملی افغانستان و با در نظر داشته نظریاتی که مردم افغانستان در انظار خود ارائه کردن که مقیداتی که وجود داشت اونا همه رفع شد و بالاخره در این متن تمام منافع ملی افغانستان رعایت شده. نماینده ایالات متحده آمریکا رئیس جمهور اوباما هم به صراحت گفت که در این متن منافع ملی آمریکا که همو بحث حاکمیت ملی آمریکا، بحث منافع ملیشان، بحث امنیت ملیشان و بالاخره اهداف عمده و استراتژیکی که در رابطه با مبارزه علیه
تروریسم و سایر بحث ها داره. بله. اونا هم مشخصاً اگر اشاره کنین اون چرا که آمریکا در این سند خواستار شده چه است از جانب افغانستان. خب رئیس جمهور افغانستان مطرح کردند که ما توانستیم که اکثریت یعنی بیشتر این سند را به نفع خود به امضا برسانیم. حالا خواستایی را که آمریکا مطرح کرده در این سند چی است؟ یا باز هم سوال بعدی خود را تکرار میکنم که این پیش زمینه ای بوده تا ای که آمریکا در سند بعدی که در بودهای امنیتی است بتونه خواستای اصلی خود را بدست بیاره. میخوام دوستی مطلب عرض بکنم به عنوان منافع آمریکا. آمریکا به خاطر تهدید منافع ملیشون، به خاطر مصیبتی که در 11 سپتامبر به اونا رسید، به خاطر ارزش‌هایی که در سطح بین المللی در رابطه با پرستیژ خود از استاد، به خاطر انتقام‌گیری و به خاطر تهدید کردن القاعده و به خاطر از بین بردن تروریسم و سایر مفاصلی که در واقع اونا را نه تنها در حادثه 11 سپتامبر بلکه پیش از 11 سپتامبر در دهه‌های 90 قرن گذشته و بعد از 11 سپتامبر منافع آمریکا را تهدید کرده بود، به خاطر او عملاً داخل یک معامله مشترک با افغان‌ها است. در اینجا در واقع همین منافع بزرگ آمریکا، کمیت ملی آمریکاست، اعاده حیثیت و حقوق و ارزش‌ها و پرستیژ ایالات متحده آمریکا مطرح است و در واقع تضمیناتی که حق حاکمیت ملیشان و امنیت ملیشان حکم میکنه، اونها رو در واقع با منافع ملی مردم افغانستان در این سند گرید زدن و در واقع به عنوان منافع خود منعکس کرده. آنچه که در متن مقاوله آمده تقریبا تداوم همین اسنادی که در گذشته با افغانستان بشه. وقتی گو اسناد میبینیم در تمام متون اونها نیازمندی های افغانستان به ضرورت های افغانستان منعکس در نگرانی های وجود داره و انتقاد های همیشه شما باید دارن که در سال 2005 افغانستان با حکومت وقت آمریکا که او زمان رئیس جمهور آمریکا آقای بوش بود اعلامیه مشترک به امضا رساندن، اما گفته میشه که اکثر از اون موادش به اجرا در نیامد. به یقین ببینیم، من پیشترم عرض کردم که هرگاه منافع مشترک ساخته نشه و منافع مشترک در یک محور حلقه نخوره، به هیچ وجه این نوع اسناد نمیتونه بارهای الزامیت سر طرفین تعمیل بکنه. به او خاطر حالا آنچه که میتونه که الزامیت را بار بیاره یا ای که این سند تمام مواردش قابل اجرا شود در افغانستان، فکر میکنین که کدام نکات را ضرورت داره؟ حالا بیشتر تاکید میکنم بله. که کنگرس آمریکا باید مهر تایید بگذاره به این. به یقین فهم ما این است که آمریکایی ها با عقلانیت سیاسی با این مسئله برخورد کردن و اونا دقیقاً درک کردن که منافعشان در امضای توافقنامه هست. در غیر از او هیچ نوع الزامیت اونا رو وادار به این نساخته که اونا به این توافقنامه رو امضا بکنن و یا بحثایی که در داخل افغانستان میشه اینها در واقع تحمیل نکرده برای ایالات متحده آمریکا که اونا باید سند رو امضا بکنن که در این کاملا منافع افغانستان است و منافع اونا نیست. من فکر میکنم که تنها چیزی که میتونه الزامیت ها رو بر طرف آمریکا و بر طرف افغانی تحمیل بکنه احترام به حقوق و احترام به امتیازات و احترام به منافع مشترک طرفین است. هرگاه در رابطه با او همینطور که در متن این احکام نهایی گفته شده تمام این تعهدات، تمام این تعهدات در چوکات های توافقنامه های هر دو کشور در میثاق های بین المللی و در توافق نامه های بین المللی که قبلا به امضا رسیده با اونا گره خورده. اگر افغانستان با ایالات متحده آمریکا با تعهدات گذشته ایشان که در اینجا بازتاب یافته تمام این کنفرانس ها در این متن منعکس است، اگر به اونا مثل که در گذشته تعهد کردن و عملی نکردن باز هم در عمل کرده زی بیتنایی بکنن، یقینا این سند هیچ نوع الزامیت نخواهد داشت و یک بار دیگر افغانستان و آمریکا در خط کشاکش های سیاسی متاسفانه دچار چالش خواهد شد. بله، همکاران مشاوره میکنن که وقفه داریم. پس از وقفه این بحث همچنان ادامه دارد. هم خوش آمدید شما بیننده کنکاش، به صورت زنده است تولو نیوز هستید. خانم فرید، رئیس جمهور افغانستان امروز تاکید کردند که البته این سند را میفرستند به مجلس نمایندگان افغانستان. دیدگاه در مجلس یا برخورد مجلس با این سند چگونه خواهد بود؟ در ابتدا بگذارین یک مقدار بحث برگردانی به منافع ملت افغانستان، چون ما نماینده های مردم هستیم. یکی از مهمترین قدم هایی که در راستای منافع مردم ما برداشته شد امضای این سند هست، به دلیل اینکه نگرانی های بسیار زیاد، دغدغه های بسیار زیاد و بلا تکلیفی های بسیار زیادی در بین مردم ما وجود داشت. شما از یک شخص عادی هم که میپرسیدین میگفت نمیفهمم بعد از سال 2014 چه خواهد شد و این نگرانی واقعا وجود داشت. حداقل توانست برای 10 سال نگرانی های مردم ما را حل بکنه. در قسمت موقف پارلمان من فکر میکنم اگر به فلسفه پارلمان فکر بکنیم که فلسفه پارلمان چی هست، پارلمان نهاد دموکراتیکی و مردم سالاری هست که از منافع و امتیازات مردم دفاع میکنه.
حالا شما پیشتر اشاره کردین که نگرانی مردم رفع شده، یعنی مهر تایید میزنن بر این. زمانی که بحث منافع ملی و بحث منافع مردم افغانستان مطرح باشه، تا جایی که من برداشت دارم از پارلمان، پارلمان خلاف منافع مردم تصمیم نمیگیره. اما اجازه بدین یک بحث زمانی که در مورد خود توافقنامه پیش از اینکه البته به دسترس رسانه‌ها قرار بگیره، خواستای آمریکا مطرح بود. زمانی که از نمایندگان مجلس پرسیده میشد، اونا میگفتن که ما باید منتظر باشیم که خواستای آمریکا را اونجا ببینیم که چی است. آیا شما یا مجلس نمایندگان درک کرد که خواستای آمریکا در این سند چی است؟ اجازه بدین که من یک گلایه داشته باشم از جانب حکومت. درسته که باید سند به پارلمان برای تصویب بیاید، ولی حداقل شریک ساختن این سند با نماینده های ملت، حداقل با کمیسیون روابط بین المللی یک نیاز ما برن بود، چون ما برای منافع ملی داریم یک کار انجام میدیم و از خانه ملت باید سوال بشه. من به عنوان نماینده مردم امروز از سایت وزارت خارجه سند دریافت کردم، ولی به پارلمان تا حال نیامده که ما بفهمیم این سند دارای چه تعهدات از جانب افغانستان و ایالات متحده آمریکا هست. اما میخوایم آیا شما شک نمیکنین که به خاطر تایید از رئیس جمهور افغانستان سند را خواهد فرستاد؟ من ماده 90 قانون اساسی را میخوام یک مقدار سرش بحث بکنم. ماده 90 میگه که ما میثاق‌ها و معاهدات بین المللی رو به پارلمان تایید میکنه. فکر میکنم یک بحث در روزهای آینده به جریان خواهد افتاد در قسمت این که آیا این سند یک پیمان هست یا یک توافق نامه، یک درجه پایین تر هست از پیمان، آیا به پارلمان فرستاده خواهد شد یا نه. یکی از نگرانی های پارلمان هست. اما من فکر میکنم که تفاوت داره اگر پیمان باشه یا توافق نامه باشه. اینا در صورت یک، اگر یکیش باشه به پارلمان افغانستان فرستاده نمیشه، اگر توافق نامه باشه. شاید بهانه هایی را در این راستا داشته باشن، اما ما پیمان استراتژیکی که افغانستان با هندوستان داشت را تصویب کردیم، تایید کردیم و از پارلمان گذشت. پس به این معنا هست که این هم باید به پارلمان بفرستن تا عملی بشه و ما تایید. حالا رئیس جمهور افغانستان تاکید کردن که این سند را به خاطر تایید میفرستن به پارلمان افغانستان. برداشت ما هم همین هست که به پارلمان خواهد فرستاده خواهد شد و عکس العمل های هم در داخل پارلمان وجود خواهد داشت. حالا دوباره به پرسش اصلی خود میایم که همون نگرانی نمایندگان مردم در مجلس مسئله خواستای آمریکا بود. شما چقدر درک کردین که خواستای آمریکا در این سند واضح است؟ خواستای آمریکا بیشتر هم مهمانان محترم یک مقدار سرش بحث کردن. زیاد وقتی که سند مطالعه میکنیم از آرزوهای مردم افغانستان گفته شده، ولی من یک بار فقط از قربانی های مردم آمریکا اونجا دیدم، فقط یک بار، حالا که بیشتر از ده ها بار بحث مردم افغانستان مطرح شده. اما دلیل داره این مسئله. تهدید اصلی ایالات متحده آمریکا برای حضور در این منطقه تروریسم هست و این بحث در این سند به صورت درست و سامان یافته گنجانده شده. و مسئله دیگه طرح خاورمیانه بزرگ هست، چنانچه بارها من در همین بحث شما در همین برنامه مطرح کردم، طرح خاورمیانه بزرگ که افغانستان شامل اون هست، طرحی هست که بر اساس دکترین سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا تدوین یافته و ایالات متحده آمریکا میخواهد در این منطقه حضور داشته باشه و او باز بحث جداگانه و بسیار طولانی هست که باید مطرح بشه. این دو بحث در این سند گنجانده شده، ولی به جزئیات زیاد نرفتن که آرزوهای مردم آمریکا چی هست، آنطور که در قسمت آرزوهای مردم افغانستان. خانم فرید، میخوام از شما هم بپرسم که چقدر فکر میکنین که آمریکا خواست پیش زمینه ای را امضا کنه تا اینکه خواست خود را در سند بعدی برآورده بسازه؟ اتفاقا یک بحث مسئله دغدغه های امنیتی افغانستان هست. وقتی که شما قسمت امنیتی این سند مطالعه بکنین، زیاد البته بیشترش راجع شده به سند بعدی که قرار است زیاد به دغدغه های امنیتی و نگرانی های امنیتی افغانستان از جانب همسایه ها زیاد به او بس تماس گرفته نشده. بعضی ها به این نکته اشاره میکنن زمانی که افغانستان به عنوان متحد غیر نظامی ناتو خوانده میشه، اینجا دست مداخله همسایگان افغانستان را قطع میکنه، درست همین نکته؟ افغانستان یک پیمان استراتژیک در کنفرانس لیسبون با ناتو امضا کرده
و به عنوان متحد ناتو در این سند هم آمده، یکی از عمده‌ترین متحدین ناتو. اما بر اساس نقشه ناتو و بر اساس جغرافیایی که ناتو میتونه داشته باشه، افغانستان در اون جغرافیا نیست، در منطقه هست که فعلا نمیتونه عضو بر حال ناتو باشه و در اونج اساکر خود داشته باشه. اما همین هم برای افغانستان به عنوان یک کشور جهان سومی پس از جنگ یک فرصت بسیار خوب هست که متحد ناتو باشه تا در مقابل سیستم های امنیتی همسایه که چالش برانگیز بوده برای دولت کابل بتانه توانمندی تقابل داشته باشه. خانم فرید، یک نکته ای که البته شماری از نمایندگان مجلس زمانی که لوی جرگه سنتی برگزار شد مخالفش بودن، حالا یک نکته در مورد از این سند بیشتر قابل مکس است و آگاهان برش میپردازند که به خاطر از این که مسئله حقوقی و الزامی از این را بلند ببرند است که یعنی بیشتر استناد شده در این سند به خاطر که اینجا لوی جرگه افغانستان لوی جرگه عنانوی تصمیم گرفته. اینجا میگن که باید ایواز شو و اینجا گفته شد که به اساس تصامیم پارلمان افغانستان. چقدر شما فکر میکنین که توان به خاطر تغییر از این نکته وجود داره در پارلمان افغانستان زمانی که به شما فرستاده میشه؟ بر اساس قانون اساسی ما صلاحیت تأیید داریم در قسمت معاهدات، ولی اونها را من حیث کل باید تأیید یا رد بکنیم. تغییر در مواد و فکر میکنم که از صلاحیت ما نباشه. اما چقدر شما واقعا نگران از این مسئله هستین که استناد به تصامیم جرگه عنانوی افغانستان یک یا نسبتا از لحاظ حقوقی مشکل ایجاد میکنه به این سمت؟ مشکل ایجاد میکنه به دلیل اینکه بر اساس قانون اساسی بعد از اینکه سند توسط دستگاه اجرایی امضا میشه باید مستقیما به پارلمان بره، چون پارلمان نهاد مردم سالار کاملا میشه گفت رسمی هست که میتونه در این راستا تصمیم بگیره. به همین دلیل پارلمان نهادی هست که از ارزش های قانون اساسی دفاع میکنه، پارلمان نهادی هست که میشه گفت حقوق بشر، آزادی های زنان و حقوق زنان در نظر میگیره، چون از همه آحاد ملت افغانستان نمایندگی میکنه. چنانچه ما دیدیم انتقادهای بسیار زیادی بر لوی جرگه شد، چرا که یک قسمت بسیار عمده لوی جرگه هنوز چون انتخابی هست، هنوز انتخاب نشد و انتصابی بود و از طرف حکومت بود و شاید نظرات مردم در روی انعکاس نیافته باشه در نظریات لوی جرگه. خیلی سپاس. بهتری هست که نهاد انتخابی در این قسمت تصمیم بگیره. بله. استاد شما چه فکر میکنین؟ زمانی که مسئله انتخابات افغانستان پیش میاد یا زمانی که مسئله نظام پیش میاد، رئیس جمهور افغانستان یک واکنش جدی نشان میده؟ شما در دو مورد امروز شاهد بودین که رئیس جمهور افغانستان واکنش نشان دادن. شما متوجه بودین که زمانی که مسئله نظام مطرح بود، رئیس جمهور افغانستان گفتن که ما در این سند جا دادیم که آمریکا باید از نظام ریاستی حمایت کنه. چرا رئیس جمهور تاکید میکنه بالای این نکته؟ در متن این موافقتنامه هیچ چیزی وجود ندارد که دلالت بر این کنه که حکومت آمریکا ملزم به این هست که از نظام ریاستی در افغانستان حمایت بکنه. استاد در بخش دوم و البته شماره سومش فکر نمی‌کنین که اینجا اشاراتی به این مسئله شده؟ بحث حکومت داری آماده، ولی در بحث نظام اجازه بتین امیجا برتون به خانش بگیرم. افغانستان بر تعهدش مبنی بر حمایت حقوق بشری و سیاسی در مطابقت با قانون اساسی و مکلفیت های جهانیش بشمول میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مجددا تاکید میکند. در این خصوص افغانستان تمامیت و ظرفیت نهادها و پروسه های دموکراتیک در کشور را با اتخاذ گام های مؤثر جهت تحکیم بیشتر کفایت و مؤثریت هر سه قوا دولت مبتنی بر مرکزی بودن نظام حکومتی. بله. ببینید بحث تغییر نظام اصلیت های لوی جرگه افغانستان هست و در این موافقتنامه بارها تاکید شده بر این که امریکایی ها ناگزیر هستند که از قانون اساسی افغانستان حمایت بکنند. حالا اگر تغییری در قانون اساسی وارد بشه، قانون اساسی ماهیت قانون اساسی بودن که تغییر نمیکنه، یک قانون هست. فکر نمیکنه از آن قانون اساسی افغانستان هم به خاطر تغییر نظام راههای را باز گذاشته، میتونه رئیس جمهور افغانستان پیشنهاد کنه یا دو سال مجلس افغانستان؟ البته که تغییر هر ماده قانون اساسی چیرش چی بود؟
چی پارلمان پیشنهاد کنه؟ تصمیم گیرنده لوی جرگه است. اگر لوی جرگه قانونی افغانستان تغییری در ماده یا ماده های از قانون اساسی به وجود بیاره، بازم ایالات متحده آمریکا به صورت طبیعی ملزم است که از قانون اساسی افغانستان حمایت بکنه. پس این هیچ الزامیتی نداره که این ماده هایی که حالا در قانون اساسی گنجانده شده هیچ وقت تغییر نکنه. این هیچ منطقی وجود نداره که قانون اساسی افغانستان هیچ وقت تغییر نکنه، چون در بسیاری جاها تاکید شده که بحث مستقل بودن افغانستان، آزاد بودن افغانستان، اینها همه ضمانت شده. پس آزاد بودن افغانستان به چی معناست؟ مستقل بودنش به چی معناست؟ اگر مردم افغانستان بخوان قانون اساسی خود در جای تغییر بدن، تغییر میدن. آیا ایالات متحده آمریکا میتونه بیای بگه که نه شما تغییر نباید بده، هیچ تغییر وارد نکنید؟ بنابراین هیچ منطقی نداره که ایالات متحده آمریکا در مورد ماده قانون اساسی تاکید کنه که چیزی تغییر نکنه. این چیزی ممکن نیست. در بسیاری جای دیگر گفته از ازدی. حالا پس فکر میکنین زمانی که رئیس جمهور افغانستان به این نکته تاکید میکنه نشانگر چه مسئله است؟ حتی شما شنیدین که کنگرس آمریکا را انتقاد کردن و گفتن که این مسئله داخلی افغانستان است و اونا گفتن که ما از آمریکا خواستیم که از نظام ریاستی حمایت کنه. البته شامل از سند هم گفتن که از ببینین اگر نظام سیاسی افغانستان تغییر بکنه، حداقل از همین امروز، در صورتی که انتخابات در سال 2014 برگزار بشه، تا سال 2024 ولو که لوی جرگه افغانستان هم بخواهد تغییر کردنی نیست از لحاظ عملی. چرا؟ در مدتی که آقای کزید رئیس جمهور است چنین پیشنهادی نخواهد کرد. پارلمان هم نمیتونه، چون لوی جرگه نمیتونه دایر بشه، میمانه به حکومت بعدی. رئیس جمهوری که در آینده روی کار بیاید، رئیس جمهوری خواهد بود که با رأی مردم بر اساس همین نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمانی موجود بر روی کار میاد. یعنی رئیس جمهوری که دو معاون داره به همین شد. پس رئیس جمهوری که بر روی کار میاد در نیمه کار نمیتونه که نظام تغییر بده، به یک بارگی بگه من رئیس جمهور هستم با این سلاح، یا تا حالا سلاح این تغییر میکنه. پس اون نمیتونه. پس در 5 سال، یعنی شما فکر میکنین که پس از سال 2014 یا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهوری که روی کار میاد نمیتونه که نظام را تغییر بده؟ ببینید رئیس جمهوری که میاید در 5 سال اول که به کلی ولو اگر بخواد تغییرم بده، در 5 سال اول نمیتونه، چون مردم افغانستان رئیس جمهوری را انتخاب کردن بر مبنای همین نیمه ریاستی نیمه پارلمانی موجود. رئیس جمهور با دو معاونش انتخاب کردن. چگونه رئیس جمهور میتونه بیای بگه یک این صلاحیتایی که مردم به در واقع برش رای دادن، صلاحیتای خود تغییر میده؟ خیلی ممکن مردم رای دادن برای جمهوری که تحت همین شرط ها باشه. حالا ائتلاف هایی که از تغییر نظام صحبت میکنن، اینا چگونه راهکاره به خاطر تغییر نظام؟ حالا من عرض میکنم رئیس جمهوری که در 5 سال نخست بر روی کار میآید، خب طبیعی که از لحاظ منطق سیاسی این دلیل نداره که رئیس جمهور علاقمند باشه که صلاحیت هاش با کسی تقسیم کنه. در جهان چنین چیزی پیش نیامده. بنابراین با هر شعاری که وارد ارگ بشه رئیس جمهور آینده، قابل پیش بینی است که برای 5 سال بعدی هم چون امکان های در اختیار داره رئیس جمهور خواهد بود. بنابراین تا 10 سال که در قدرت است، قدرت خود تقسیم نمیکنه به صورت طبیعی. پس ببینید که تا سال 2024 عملی نیست. استاد از شما بپرسم که زمانی که از تغییر نظام صحبت میشه، اگر رئیس جمهور افغانستان که از همین ائتلاف ها روی کار بیاید، از همین کسانی که شعارشان تغییر نظام است، اینا پس بر چه مبنایی میتونن که نظام را تغییر بدن؟ یعنی حرف شماست که در طول 10 سالی کار کردن. اگر که آقای رئیس جمهور از من نرنجد و اگر رهبران اپوزیسیون نرنجد، هر دوی اینها آب در هاون میکوبند. اینا جانب تکنیکی قضیه را اصلا نسنجیدند، شعارهای را میدن. یک بار آقای رئیس جمهور مطرح کرد در پارلمان که من اجازه نمیدم نظام تغییر کنم. حالا از آقای کرزی میپرسید، شما تا وقتی که رئیس جمهور هستید میتونید پیشنهاد ندین برای تغییر؟ بعد از شما جایگاه حقوقی شما در کجا است که اجازه ندهین که نظام تغییر بکنه؟ البته این بحث جداست که نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمانی موجود خوب است یا نظام ریاستی، من به این بحث ندارم. من میگم که رئیس جمهور که چون این چیزی رو مطرح میکنه بر اساس کدام مانده؟ در واقع اینجا ما مشکل با خرد سیاسی داریم. اپوزیسیون هم که مطرح میکنن هیچ متوجه نیستند که ما باید انتخابات شورای ولسوالی رو برگزار کنیم که معلوم نیست چی وقت برگزار شه. حداقلش میدونن که در زمان آقای کرزی برگزار نمیشه در این دو سال.
پس اینا چرا با آقای کرزی طرف هستن که نظام تغییر بده؟ کم از بخاطر تغییرات. ببینید چرا اپوزیسیون بر آقای کرزی تاکید دارن که نظام ریاستی تغییر کنه؟ خب آقای کرزی اگر همین حالا اراده نشان بده، خب لوجرگه دایر شدن هم میتونه تا انتخابات ولسوالی ها، شورای ولسوالی ها برگزار. انتخابات شورای ولسوالی ها تا این دو سال برگزار نمیشه. پس هیچ منطق وجود نداره که اگر اراده قطعی هم داشته باشه اپوزیسیون تا 12 سال آینده نمیتونه برگزار. آقای فاروقی، البته ابهامات در مورد کمک اقتصادی آمریکا در این سند بر افغانستان گفته میشه وجود داره و آنچه را که آمریکا البته انجام داده گفته میشه که بر کنگرس آمریکا سپرده و امکان داره که به اساس زدبندهای سیاسی این کمک ها به تاخیر بفته. چقدر فکر میکنین که واقعا این نکته قابل نگرانی است؟ من فکر میکنم در بند پنجم، بخش پنجم که این بحث کمک ایالات متحده آمریکا برای انکشاف اقتصادی و اجتماعی افغانستان است، بسیار صراحت داره در این رابطه. اگر اجازه شما باشه من همین بنده میخوایم از روی کاغذی که اینجا وجود داره بخونم، از خود متن توافقنامه. اینجا واضح میگه که ایالات متحده آمریکا و افغانستان به همکاریهاشون به منظور انکشاف افغانستان به شمول ارائه کمک های سالانه اقتصادی و اجتماعی از جانب ایالات متحده به افغانستان متناسب با اهمیت استراتژیک همکاری میان دو کشور ادامه میدهند. به این معنا که ایالات متحده آمریکا این حق خود را ریجرف کرده و این حق خود حفظ کرده که متناسب به اهمیتی که این همکاری استراتژیک بر افغانستان داره اونا هم کمک های خود با او متناسب میسازند. هفته های قبل رئیس جمهور افغانستان بسیار به صراحت تقاضا کرد که ایالات متحده آمریکا به خاطر تامین زیربنا ساختهای افغانستان سالانه در حدود 2 میلیارد دلار یا حدود ازیر باید مقید کنند و داخل این موافقت نامه بکنن. اما از تعهدات خود در رابطه با اینکه به این توافق نامه، یعنی مشخصا آمریکا تعهد نکرده که به مقدار 2 میلیون دلار، 2 میلیارد دلار بپردازه. بسیار بسیار واضحا این میرسونه که ایالات متحده آمریکا این حق خود محفوظ کرده و این را معقول کرده به اهمیتی که افغانستان برای توافق نامه میتونه. به این معنا که هرگاه حکومت افغانستان الزامیت هایی را که در برابری داره و در برابر سایر اسناد توافقنامه های طرفین که در کنفرانس های بون و لیسبون و نمیفهم کابل و توکیو اینا شده بود و یا میشه در توکیو، در رابطه به اینا چقدر تعهدات خود وفا میکنه و به این پیمان و به این توافقنامه و به این سند چقدر اهمیت قائل است. هر با اهمیت نگرانی که در مورد کمک های را که آمریکا یا جامعه جهانی به افغانستان انجام میتن بیشتر تاکید میکنن روی حکومت داری. خوب که در این سند هم فکر میکنم در بخش های اولش ما پیشتر اشاره کردم. حالا سوالی که مطرح میشه است که چقدر حکومت افغانستان میتونه خود آماده بسازه که ای یعنی حکومت داری خوب را ایجاد کنه پس از سال 2014؟ تجربه 10 سال گذشته نشان داد که متاسفانه حکومت افغانستان فاقد اراده سیاسی به خاطر تامین حکومت داری خوب است. در زدبندهایی که از لحاظ سیاسی و در ایجاد حلقات متعدد قدرت گیر هست متاسفانه توانایی و قدرت از دست داده. اگر یعنی اگر فاروق شما فکر میکنین اگر افغانستان حاضر نشه که نهادهای افغانستان عاری از فساد بسازه بالاخره آمریکا هم در واکنش به این مساله کمک‌های خوبی به افغانستان نمیده؟ بسیار واضح است. شما وقتی این مطلب شما اشاره کردین که مطلب شما اگر خود. شما اگر ببینین میگه که متناسب با اهمیت استراتژیک همکاری ها، این اهمیت از هر دو طرف است. طرف افغانستان نیازمند برای کمک‌های مالی است و ایالات متحده آمریکا میگه که این متناسب با اهمیت این همکاری استراتژیک. هرگاه طرف افغانستان کماکان با همکاری ها مثل گذشته برخورد بکنه یقینا متناسب به اون کمک ها به اون پیمانه کاهش خود. اگر افغانستان نیاز داره به اون پیشنهاداتی که رئیس جمهور افغانستان کرد و نیازهای مالی خود میخواد تامین بکنه از این طرف همکاری درخواست کمک میکنه، باید اهمیت خود برای این تعهدات باید بالا ببره. به این معنا که باید به حکومت داری توجه بکنه، فساد توجه بکنه، افغانستان آماده از کار میشن. اگر حکومت افغانستان بر مبنای مسائل ملی و بر مبنای منافع مردم افغانستان با توجه به واقعیت هایی که افغانستان تهدید میکنه، مسئولیت هایی که در برابر وجدان خود، در برابر تاریخ و در برابر مردم داره به اینا بپردازه، من یقین دارم که این توانایی وجود داره. که در طول 10 سال یا در طول 5 سال 6 سال گذشته که نتانست چگونه یک تغییر چند درجه ای وارد میشه و اصلاحات در ساختار به وجود میاد؟ ببینید اگر افغانستان، منظورم از رهبری و زعامت و استندرکارهای اداری حکومت افغانستان است، اینها در نگرششان برای حاکمیت سیاسی افغانستان
یک نگرش جدید ارائه بکنن و با وجود زدبندهایی که در واقع از دید رئیس جمهور افغانستان تأمین میکنه ثبات شکنند سیاسی افغانستانه به او بدا بکنه. من یقین دارم که حکومت افغانستان میتونه بر اصل یک نظام مردم سالار و اصل شایستگی بر اصل عقلانیت و خرد سیاسی میتونه به او مسئولیت ها و تعهدات خود هم در برابری هم پیمان های بین المللی خود و هم در برابر ملت و تاریخ افغانستان میتونه دائم مسئولیت بکنه. کوتاه خانم فرید اگر اشاره کنین چون فرصت کم از بانوان جنبندی افغانستان با آنچه که آقای فاروقی اشاره کردن میتونه خود آماده بسازه تا ای که کمک های آمریکا را دریافت کنه با شروطی که آمریکا گذاشته. نظر یک ملاحظه در قسمت قدرت بحث اقتصادی دارم. افغانستان ایالات متحده آمریکا در قسمت اقتصادی این سند به عنوان یک کریدور انتقال دهنده کمک ها خود معرفی ساخته و دقیقاً مطرح نکرده که چقدر در چه سالی برای چه بخشی در نظر گرفته شده و یکی از نگرانی‌ها هست. اشاره کردم یکی از بله. نکاتی که اشاره میشه درست ابهاماتی است که در کمک‌های اقتصادی وجود دارد. اما در جهانی که قدرت‌های بزرگ نیاز به همکاری‌های بین‌المللی دارن، افغانستان جنگ زده بعد از جنگ ضعیف نیاز داره به همکاری‌های بین‌المللی، اما این نیاز را باید به یک فرصت تبدیل کنه. ما راهی را شروع کردیم که ژاپن و آلمان پیمودن و ان شاء الله ما هم می‌تونیم به یک توسعه سیاسی و اقتصادی برسیم. کوتاه عنوان جمع‌بندی مطرح کنه 5 نکته کوتاه میشه ببین حاصل این موافقتنامه خواهد بود. یکی این که اطمینان مردم افغانستان نسبت به آینده افزایش پیدا میکنه، یعنی از یسردگی بیرون میشن. مسئله دوم این است که مخالفان نظامی افغانستان مایوس خواهند شد، چون تصور میکنن که پس از سال 2014 افغانستان به حال خودش رها میشه و امکان بازگشتشان به قدرت مساعد میشه. مسئله سوم این است که پاکستانیا در استراتژی مداخله خود تغییر خواهند آورد، چون وقتی احساس کنند که آمریکا یا حضور بیشتر در افغانستان خواهند داشت. مسئله چهارم این است که از لحاظ اقتصادی وقتی سرمایه گذاران خارجی ببینند که افغانستان بالش راه نمیشه، تشویق به سرمایه گذاری در افغانستان میشن و در سطح داخل هم سرمایه داران افغانستان که فکر میکنن پس از سال 2014 شاید این بیم بود که سرمایه های خود از افغانستان بیرون کنند، تجدید نظر در این فکر خواهند کرد که از لحاظ اقتصادی میتونه برای افغانستان با اهمیت باشه و از لحاظ سیاسی جایگاه افغانستان در صحنه بین المللی افزایش بیشتری خواهد پیدا کرد و استمرار این موافقتنامه چون منوط به حکومت داری خوب و ارزش های دموکراتیک شده، پس در توسعه دموکراسی و حکومت داری خوب حکومت های آینده افغانستان ناگزیر خواهند بود که به این اصلا وفادار بمانند. سپاسگزار هستیم از حضور ارسم ایمان ما در این بحث. همچنان از شما بیننده عزیز تا برنامه دیگر و فرصت دیگر، شب خوش، خدا نگهدار.